و متاسفانه سیاسیون ما روشن فکر رو ما کاملا بی توجه هم حال چه چه برسه به توده مردم در که سیاسی ترین و مهمترین سند تصمیم گیری و اداره کشور بودجه هستش و شما خیلی چیزا رو اونجا میتونید بکاوید و ببینید بنابراین مسئله فقط کسی بودجه تورم نیسته. شما انتظاراتی که دولت باید برای شما به عنوان شهروند برآورده بکنه هم باید تو آینه بودجه ببینید و ببینید که آیا میتونه نمیتونه و چه محدودیت برای این بودجه واقعا سند خیلی مهمی هستش از یه جایی بعد مصوب شد که هر هزینه‌ای میخواد اضافه بشه حتما باید مشخص بشه درآمدش از چیه نمیشه همینجوری یک هزینه اضافه بشه عملا اتفاقی که افتاد اینه که هزینه های واقعی به بودجه اضافه میشه منابع موهومی میگیم خب اشکال نداره مثلا فلان مالیات مثلا تخمین زده شده مثلا 200 میلیارد تومان درآمدش بشه میگیم اشکال نداره مثلا بزنیم 2000 میلیارد تومان که مثلا اون هزینه که اونجا دادیم بود یعنی عملا منابع مهمی هزینه های واقعی عملا دولت میمونه اینجا چیکار بکنه نه به امور جدی و مهم خودش میرسه نه اون هزینه ها رو درست میتونه مصرف کنه از اون دوچار کسری بودجه میشه و مشکلات دیگه که بعدش میاد اگر مردم اوقلایی فکر بکنن خب میان خوب من مالیت خب من مالیات بیشتر میدم خدمات بیشتر میگیرم خب این اوقلایی هستش اگه مردم میگن مالیات نمیدیم ولی خدمات بیشتر میخوایم خب خواهی میگیم غیر اوقلایی هستش اما اگه مردم فکر کنن من مالیات بیشتر میدم یه دولت ناتوانه بیز بهش پاش میکنه ولی خدمات بیشتر نمیده نمیده پس ما همینه که ندم, ندم. خب یعنی ما چند حالت داریم پول نمیدم خدمات نمیگیریم پول میدیم خدمات میگیریم خب یه حالت بد داریم پول بدیم خدمات نگیریم خب خب طبیعی جامعه به این تن نمیده شما یه دولت کارآمد میخوای که اون وقت این بتونه پوست جامعه رو بکنه مالیات زیاد بگیره بعد خدمات محکم بده بشه سلام دارم خدمتون جان دکتر سرزین، جان دکتر تجریشی خیلی تشکر میکنم این فرصت دا در اختیار ما قرار دادیم خب این گفتگوها که صورت مشترک بین مجموعه آزاد و مؤسسه حامی برگزار میشه داریم تلاش میکنیم که یه مقدار نقش حوزه های مختلف علوم انسانی اجتماعی و اقتصاد رو تو مسائل واقعی کند و کاش بکنیم و ببینیم که چه نقشی دارن چه دیدگاه هایی وجود داره خب در حوزه اقتصاد یکی از مسائل خیلی مهمی که جامعه این چند وقت درگیرش شده و در موردش گفتگو زیاد میشه مسئله بودجه و شاید بیشتر در پرتو مسئله کسری بودجه باشه که شاید ذره ثمرش تو مسئله تورم مردم حسش میکنن خب این گفتگوها گفتگوهای مفصلی بوده داخل جامعه ولی به نظرم لازمه که ما یه قدری تحمل بکنیم که اساساً جامعه باید چرا جامعه باید مسئله بودجه دولت براش مهم باشه با چه معموریتی دولت بالاخره این هزینه رو داره به وجود میاره جامعه در مقابل چه انتظاری باید داشته باشه و در نهایت اون چیزی که تحت عنوان بودجه داره مسئولیت ها و اولویت های سالانه ای دولت رو نسبت به جامعه نشون میده جامعه چجوری باید در موردش فکر ده. بکنه اگر موافق هستیم با حضرت شروع ده. بکنیم یه ترسیمی از ده. مسئله بودجه و ضرورت این بودجه در واقع چارچوب فعالیت دولت رو نشون میده اگه دویست سال قبل برگردیم دولت تقریبا وظیفه ای نداشتن در قبال جامعه یه آدم قلدور بود چهار تا جمع میکرد به زور حاکم میشد هیچ وظیفه ای نداشت خیلی لطف میکرد امنیتی تو شهر ایجاد میکرد یه دادگاه هم میذاشت مردم دعواشون رو حل میکرد اصلا دیگه هیچ وظیفه ای نه در قبال بهداشت مردم در قبال آموزش مردم در قبال فقر مردم هیچ هیچ وظیفه قائل خب هر چی جلو اومدیم نقش دولت هم در کشور غربی هم تو کشور خودمون به مرور بیشتر شده و طبعا انتظار جامعه از دولت بالا رفته شما هم که پاتون از خونتون میذارید بیرون با مسائل ترافیک رو برسید با بهداشت شهری رو برسید با امنیت رو برسید کس بزنه، بزنه. که کس رو بزنه موبایلتون رو بزنه اینکه کسی تصادف کردید اورژانس برسه تمام اینها اموری هستش که به زندگی جمعی ما برمیگه که دولت توش مرسه. خب وقتی اینجوری هستش ما رفاهمون بخش از زندگی درون خونه میاد بخش از رفاه زندگی بیرون خونه میاد تازه همون رفاه درون خونه بخش مربوط به دولت آب و برق و گاز و امثال <applause> هم بقید. خواهی نخواهی دولت برای ما مهمه چون رفاه ما گره خورده به عمل کرد دولت و وقتی میخوایم به دولت فکر کنیم حتما باید در چارچوب بودجه فکر کنیم چون <applause> بودجه نشون میده که دولت چقدر میتونه فعالیت بکنه چه کارهایی میتونه و یکی مهمترین دستاوردهای مشروطه به نظر من این بود که بودجه باید تو مجلس تصویب بشه و شفاف باشه و نواینده های مردم به نیابت جامعه ببینن که دولت با پول ملت چیکار کار داره میکنه در واقع بودجه آینه تصمیمات سیاسی هستش شما این همه بحث و مناقشه هست که چه تصمیمات سیاسی گرفته میشه همه این انعکاس کمیش تو قانون بودجه هستش برای خیلی خیلی چیز مهمی هستش و متاسفانه سیاسیون ما روشن روشنفکرهای ما کاملا بی به بودجه چه برسه به توده مردم <applause> در که سیاسی ترین و مهمترین سند تصمیم گیری و اداره کشور بودجه هستش و شما خیلی چیزا رو اونجا میتونید بپاوید و ببینید برابر این مسئله فقط کسی بودجه و تورم نیسته شما انتظاراتی که دولت باید برای شما به عنوان شهروند برآورده بکنه هم رو باید تو آینه بودجه ببینید و ببینید که آیا میتونه نمیتونه و چه محدودیت برای این بودجه واقعا سند خیلی مهمی هستش خب در خصوص اون بخشی از بودجه که باید روش تعمل بشه نظارت بشه دقت بشه های موافقی در خصوص بل. از هزینه ها شروع بکنیم بل. چون نه کنید ما دو جور انتظار از دولت داریم تو یه نگاه خیلی خیلی ساده اگه بخوام خیلی ساده بکنیم موضوع اه. یکی این هستش که دولت برای ما زیرساخت درست بکنه بالاخره اتوبانایی بزنه زیر اینترنت فراهم بکنه زیرساختای قطاری سری و رو هم نقل باری و هوایی و فلان این چیزها رو برامون ایجاد بکنید نمیشن زیرساخت اینفراستراکچر به اصطلاح <تصفح> چرا اینا مهمه چون رشد باشون میشه توسعه با اینا ممکن میشه وقتی شما نداشته باشین نمیتونین توسعه پیدا کنی کشور عقب مونده میشه پس این یه کار خیلی مهم دولت هستش یه کار دیگه که <تصفح> به زندگی روزمره ما خیلی مرتبط خدمات عمومی دولت است که تو اقتصاد بهش کالاهای عمومی <تصفح> به نظر من تعبیر خدمات عمومی بهتر بود از کالای عمومی ولی خب اون عبارت پابلیک گودز به اصطلاح جا افتاده چیزایی هستش که شما نمیتونی انتظارش بخش خصوصی برای شما فراهم بکنه اینکه پلیس داشته باشه، امنیت شهرتو برقرار بکنه خونت نیستی خیلی راحت باشه که بالاخره وسایل تو نیبرند خیلی راحت باشه که اگه کسی اومد شما میتونی زنگ بزنی پلیس بیاد کمکت و سلامت عمومی بیماری واگیر داره مثلا یه زمان خب سل نمیدن وبا چقدر کشته میگرفتش حالا شما این هر این مشکلات هست سریع امها میشه و حل میشه مسئله واکسیناسیونی عمومی مثلا این کرونا و فلا این حکومت دید دولت ها خیلی فعال شدن و شروع کردن منتظر نمونن بخش خصوصی بیاد کاری بکنه نه خود دولت ها فعال وارد شدن و امثال هم شما تا دلتون بخواد مسئله کاله عمومی توی کشور مطرح هستش در کنار این کالای عمومی بحث دولت رفاه هم هست بهم. که فراتر از کالای عمومی هستش یعنی شما دیگه تو دولت مدرن انتظار دارید که لاعقل دولت ها آموزش عمومی رو به صورت رایگان برای عموم جامعه فراهم بکنن بچه ها از آموزش عمومی به دلیل فقر خانوادهشون جا نمونن بهداشت عمومی و بهداشت پایه رو شما انتظار دارید و <تصفح> بسیاری از دولت‌های مدرن تأمین سرپناه برای فقرا رو انتظار دارن. <تصفيق> <تصفيق> از محمد خسر ای ای <applause> <applause> و اینکه یه حداقل معیشتی برای فقرا تأمین بشه، اینا خدمات دولت رفاه هستش. <applause> حالا این میتونه وسیع‌تر هم باشه، رو آموزش عالی بعضی کشورها از جمله <applause> <applause> کشور خودمون بست پیدا کرده که مثلا آموزش عالی به صورت رایگان برای لاغر بخش عمده از جامعه تعمین میشه خب اینا خدماتی است که دولت ارائه میکنه یه سری دیگه از خدمات دولت تحت عنوان رگولیشن هست یا تنظیمگری هستش منظور این هستش که یه جایی هستش که بازار درست کار نمیکنه به صورت طبیعی خب دولت باید مداخله کنه شما وقتی میری رستوران مطمئن نیستی که این گوشت گوسفند داری میخوری یا گوشت علاقه یا گوشت اسب این کی باید نمیتونی من میخوام آشپزخونه ببینم بعد غذا تو بخورم تا ببینم نمیتونی تشخیص بدی شما باید بالاخره یه نهادی باشه بیاد سلامت تمام آشپزخونه های رستوران ها رو چک بکنه درست شد داروهایی که فروخته میشه یه جایی باید چک کرده باشه که این داروها حداقل عوارض رو برای افراد داشته باشه اینا رو شما توجه بکنید وظایفی است که نمیتونید با احاله بدید معمولا به بخش خصوصی و اینها چون باید دولت این مسئولیت رو بید. اینا رو تحت عنوان رگولیشن هست و حالا رگولیشن شکله خیلی پیچیده هم میتونه پیدا بکنه مثل تنظیم فعالیت بانک ها حقوق مصرف بندر زایه نکنن رقابت های ناجور نداشته باشن یا تقلب تو بورس نباشه و امثال هم, هم توی بیمه ها برخواه حقوق مصرف کننده تولید کننده اینا هی تعارض پیدا میگه یه کسی باید بیاد اینا رو تنظیم بکنه و چه کسی بهتر از دولت میتونه این کار رو انجام بده برای تمام این به اصطلاح میگن کار کرده یا فانکشن ها رو انتظار داریم دولت انجام بده اینها جز با هزینه جاری ممکن نیست یعنی شما هم. یه بودجه بذاری یه یعنی کارمند بگیری بهش بگیم دیوان بروکرات و تکنوکرات فن سالارها، ها اینها رو استخدام بکنید که بیا این کارکردها رو برای شما داشته باشن خب من تا الان چی گفتم گفتم نظری، به لحاظ نظری تئوریتیکلی به اصطلاح دولت چی کارا باید بکنه کاله درست کنه رگولیشن انجام بده خدمات دولت رفاه داشته باشه وزیر ساخت خب. با بودجه جاری و بودجه عمرانی این خدمات رو میتونه بده مه. حالا واقعا چه اتفاقی داره میفته خب این یه قصه دیگه است <applause> عملا اگه بریم نگاه بکنیم که دولت تو ایران داره چی کار میکنه <applause> خب چیزی که شاهدش هستیم این هستش که ما یه بودجه اجاری خیلی بزرگ داریم اه، که اه، متاسفانه هیچکدوم از کارکردها یا فانکشن های مورد انتظار نمیتونه به خوبی عرضه بکنه <تصفيق> <تصفيق> به همین دلیل هست شما رفاه افراد ایرانی تو خونه به طور متوسط خیلی بهتر از رفاه تو بیرونه من میگم یه خارجی میاد ایران اول نمام کنیم که ای کسی میاد تو خونه او چرا همه LCD یخچال های سایت ساید سایت کامپیوتر فلان, <periods> <laughs> <scares> فلان> <preserving preliminarycito> یعنی شما ضعف دولت رو تو خیابونا قشن واضح <multansTeams> میبینید فا. این چی رو داره نشون میده؟ اینکه بودجه جاری شما نمیتونه این انتظاری که کالای عمومی با کیفیت شما داشته باشی رو ارزه بکنه اونقدر امنیت که دوست داری فراهم نمیشه اونقدر سلامت که دوست داری فراهم نمیشه اونقدر دادگاه های پیشرفته به موقع سریع با کیفیت سالم که دوست داری نمیتونی داشته باشی نه همه خدمات دولت هستش دیگه شما م. نمیتونی بگی من قوه قضایی خصوصی میتونم بخوام داشته باشم نه نمیتونی داشته باشی ف... و امثال هم یا ایمنی راه ها جاده ها خب این چرا متلفات داریم یا رگولیشن خب ما میدونیم که رگولیشن ها ضعیف هستش بازارهای ما خوب مدیریت نمیشه برای هم انواع فساد ها انواع تضییع حقوق و افراد تقلب ها اینها رخ میده اجحاف ها رخ میده برتری های غیر منصفانه رخ میده چون رقابت درست تن رگولیشن و تنظیمگری انجام نمیشه بعضی ناحق جلو میفتن بعضی ناحق عقب میفتن و همه یه احساس نارضایتی تو خیلی از بازارها وجود داره پس این کارکرد رو هم نمیتونه داشته باشه متاسفانه خدمات دولت رفاه هم که متاسفانه با ضعف بیش از پیشی رو به رو هسته شما میدونید که دولت رسما تو تامین مالی آموزش عالی گیر کرده مجبور هی بیش از قبل خصوصی بکنه شهریه بگیره که به احتمال چیز درستی هستش باید اونجا رو دست برداره بره سمت آموزش عمومی <applause> اونجا هم متاسفانه بودجه نداریم آموزش عمومی با کیفیت نداریم و هم جامعه مجبور بره سمت مدارس غیر انتفاعی و اونایی که نمیتونن بر از آموزش قابل و قبول برخوردار نیستن به درمان و سلامت هم که باز مشکل داریم نت و سیستم بسیار ناکاراست علی رقم حضرت سنگینی که میشه باز شما فقر ناشی از هزینه‌های سنگین سلامت رو دارید یعنی یه ادعی به خاطر اینکه یه عضو خانواده دچار یه بیماری که پر هزینه میشه میفتن زیر خط فقر و این داداش هستش و اینها و متاسفانه مستند هست از این جهت هم مشکل داری از اون سمت هم تقریبا بودجه برای اجازه زیر ساخته دیگه نداری ده سال شما تقریبا پولی برای ایجاد زیر هزینه نمیکنی پول فهمت. قابل قبول مثلا چرا 50000 میلیارد تومان داره از سرمایه گذاری 50000 میلیارد تومان پولی نیستش که خب نتیجه چی شده پروژه عمرانی و زیرساختی ساختی ما طول عمرشون شده بالای 15 سال یعنی پول بیش از 15 سال طول میشه یه پل ساخته بشه یه راه فهمت. زده بشه یه بیمارستان ساخته بشه به همسال این یعنی هیچی خب یعنی تو جهان رقابتی امروز یعنی هیچی خب از اون هم چه اتفاقی افتاده؟ شما یه بدنه بسیار بسیار وسیع کارمندهای دولت داری که میدونی توش چهار میلیون نفر هودن ظاهرا به نحوی به دولت مرتبط هستن و شما میدونی که خیلی از اینا کار نمیکنن به اندازه کار هشت ساعت در روزی که میرن شاید دو ساعت هم کار نکنن بیکاری پنهان به بهش میگن بسیار فراگیره خب از حالا تو بخش درآمده میگه از حقوق جامعه شما ور میداری به چهار میلیون نفری که قریص خدمات به جامعه بدن که نمیدن انجام نمیشه. که انجام نمیدن و بیکاری شدید داری بنابراین ناکارایی وسیع اینجا شما میبینی پول زیادی میاد صرف میشه خروجی نداره نه اون انتظاراتی که از دولت داشتی برآورده متاسفانه نمیشه. نمیشه, خب رو هر کدوم شما میتونی دست بذاری خب در کنار اینها فرهنگ این که جور همه چیز دولت بکشم هست هر جا کم میاد بالاخره همه یاد گرفتن تو ایران کافیه بریزیم تو خیابون حکومت هم میترسه میگه چیجور جمعش کنیم باش باش پولش یه جور میدیم <applause> اینو بالاخره بخش مختلف یاد گرفتن بله. <applause> <applause> که دولت رو میتونیم بترسونیم ازش باج میگیریم باج مالی میگیریم باج مالی خودشو کجا نشون میده بودجه <applause> نتیجه چی میشه مثلا شما مثلا بیش از مثلا عددش الان خاطرم رفت بیش از 200 هزار میلیارد تومن فقط مثلا کسی صندوق بازنشستگی داری <applause> خب بازنشسته تهدید میکنه حقوق ما کمه حقوق زیاد نکنی یکسانسازی نکنی چیکار نکنی چیکار نکنی میریم تو خیابون حقوق <applause> خب نمیخواد اینا بیان تو خیابون مجبور چیکار بکنه اینا افزایش از اینا بده به چه قیمت این کار میشه؟ دی پول بر ساخت نمیمونه مم. درست شد؟ مم. کارمنده تهدید میکنن اگه این کار نکنیم ما میایم اعتراض میکنیم اعتصاب میکنیم فلان میکنیم دولت هم خب دوست نداره این اتفاق بیفته تسلیم میشه میگه باشه شما برید سر جاتون بشینید ما پول میدیم از کجا میدیم از پروژه زیر ساختی میزنیم نتیجه چی میشه انبوهی شرکت های خدمات مهندسی ما که باید از طریق بو پروژه زیرساختی تامین مالی میشدن فعالیت میکرد همه بدبخت شدن رفته 20 <applause> سال پیش شرکت های مهندسی ما بسیار فعال بودن شغل مهندسی تو ایران خیلی شغل شریفی بود چرا چون پول کار بود پروژه عمرانی ما خیلی فعال بودن دولت کلی پول تخصیص میداد <applause> درست شد در طول زمان هی hey, از این کم شد ریختن تو بخش بودجه اینجا تقریبا هیچی نموند خب کی باختش در و تمام شرکت خدمات مهندسی باختن شغل مهندسی جایگاه شما شد دست داد <مهندسان> هو حقوق مهندس آمد پایین مهندس بیکار شدن و همسال تو بزرگ مدت جامعه ضرار کرد چون دیگه زیر ساخته ساخته نمیشه <مثلت> زیر ساخته <مثلت> موجود هم داره فرسوده میشه شما یه سفر برو کاشان آزارجا تهران کاشان به پول پورت شالی چونه دولت پول نداره ترمیم میکنه تهران <مثلت> قذبین برو, برو برو همش همین جوره. تمام زیر ساخته داره فرسوده دانشگاهی کشور سر بزنید، ساختمان همه داره گریه میکنه بله <تصفح> چون زیر ساخته همه داره دچار فرسایش هستش خب این تراژدی بزرگی است که متاسفانه ما باشه. عدم تناسب هزینه ها با خدماتی که دولت ارائه میده بله اونم که داستان دیگه است که <تصفح> شما هیچ کس رضایت نداره از کیفیت خدماتی که دولت داره ارائه میکنه بسیار خب آقای ما این مسئله ضرورت توجه به برنامه بودجه دولت و موزلاتی که داره بل خصوص سمت هزینه ها رو چه نکات دیگری میتونیم بهش اضافه بکنیم نکته خیلی مهم به نظرم توی که حالا یکی از اصول اقتصادی هستش اینه که مردم کلا در تصمیمات خودشون درگیر بده بستان هستن ما یه با... ما با یک ترید آف مواجهیم ام. این هم در سطح خرد وجود داره هم در سطح کلان در سطح دولت هم وجود داره در سطح خردش که مشخص خانواده‌ای میخواد تصمیم بگیره یک مثلا یک خزینه ای بکنه بالاخره چون منابعش محدوده وقتی یک خزینه رو تصمیم میگیره بکنه انگار تصمیم گرفته یک خزینه دیگری رو نکنه یعنی با این بدبستان خودش رو، خودش رو قبل پذیرفته که من دارم روی این موضوع هزینه میکنم پس هزینه دیگری رو نخواهم کرد اگه یک خانواده ای داشته باشیم که بگه من نه رو همه چیز میخوام هزینه بکنم عملا یعنی هیچ اولویت خاصی نداره و عملا رو هیچ چیز نمیتونه تمرکز کنه و در واقع هزینه موثری انجام بده این به نظرم تو سطح دولت هم خیلی نکته مهمیه فهمش و که خود دولت هم یعنی جامعه هم باید اینو بپذیره که ما تو هزینه های خودمون دولت دچار یک بدبستانیه یعنی باید در این بدبستان رو حل بکنه یعنی اگر میخواد یک هزینه انجام بده نمیتونه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داشته باشیم مثلا یعنی همه هم. چیز رو میخوایم داشته باشیم تو برنامه ریزی هامون هم همینه مثلا میگیم آقا میخوایم برنامه توسعه بریزیم میگیم تو همه چیز مثلا باید مثلا سر باشیم تو همه چیز بعد پیشرفت بکنیم تو همه چیز بعد هزینه بکنیم هر کسی هم به چیزی بهش اضافه میکنه حتی بعضا دولت یه چیزی میفرسته در مجلس مجلسیا نماینده چیزایی بهش اضافه میکنن خیلی از هزینه ها اتفاقا تو مجلس به اضافه میشه هر نماینده در دغدغه مثلا حوزه انتخابی خودش رو دغدغه حوزه‌ای که در واقع حوزه تخصصی و کاری خودش رو داره ارتباطات خودش رو داره عملا این بدبستان خیلی فهم نشده که ما داریم وقتی یک هزینه ای رو انجام میدیم خب بعد بفهمیم که نمیتونیم هزینه دیگری رو انجام بدیم یا نه اگر میخوایم هزینه ام. انجام بدیم این به درآمد مرتبط میشه یعنی خب هزینه انجام دادن متناسب با اینه که خب بعد درآمدش هم داشته باشیم یعنی بفهمیم که از کجا میخوایم بیاریم ام. یعنی یک انتخابیه که بعد جامعه و در رأس اون دولت انجام بده مثلا ما دولت هایی داریم همین آیه دکتر دولت های رفاه مثلا اینا انتخاب کردن که مثلا تامین اجتماعی خیلی خوبی داشته باشن سیاست های حمایتی خیلی خوبی داشته باشن مثلا تو اون کشور اصلا هیچ فقیری وجود نداره کلا همه راضین بازنشستگی خیلی خوبی داره بهشون رسیدگی میشه میگی خب چه خوب پس انگار همه چیزو مثلا دارن بعد میریم میبینیم که خب... نه مثلا خب اینا درسته که انقدر هزینه دارن میکنن آموزش خیلی خوبی دارن مثلا بهداشت خیلی خوبی دارن از اون ور خب منابعش رو تخمین تحق... یعنی در... در واقع افراد اونجا پذیرفتن که مثلا بیان مالیات بالایی بدن مثلا بالای 50 درصد درآمدشون مالیات بدن که مثلا بیان این هزینه ها تامین بشه یا مثلا نه انتخاب کردن که مثلا ما تو یک حوزه خاصی میخواد دولت هزینه بکنه نه اینکه تو همه حوزه ها هزینه کنه مثلا میخواد رو آموزش اینجا به طور خاص سرمایه کنه دولت دغدغه داره که آموزش رو هزینه جدی بکنه واقعا یک بهره ای ببره و حس می‌کنم واقعا یکی از دلایلی که هم نکاتی که دکتر فرمودن و ما عملا تو خیلی از حوزه ها سعی کردیم هزینه بکنیم ولی عملا نه خیلی نتایج ملموسی بهش رسیدیم اینه که انتخاب نکردیم واقعا اگه چند تا حوزه خاص رو انتخاب می‌گفتیم آقا ما میخوایم تو این حوزه تمرکز کنیم به اون حوزه اصلا کاری نداریم تو قسمت هزینه های خودمون بعد با توجه هزینه ها انتخاب کنیم که خب با توجه هزینه ها خب بعد درآمدش رو هم داشته باشیم خود بحث درآمد یه موضوع مفصلی که حالا میشه همینجا بهش ورود پیدا کرد که یعنی ما عملا هزینه هایی که داریم انجام میدیم جامعه باید بپذیره که اینا رایگان نیست یعنی هیچ چیزی رایگان نداریم اگر قرار آموزش عادی مجانی داشته باشیم اگر قرار آموزش پرورشی مجانی داشته باشیم اگر قرار مثلا خدمات رایگانی داشته باشیم فارغ از این که آیدوت فرمودن واقعا نکته درستی که دولت در همین هاش هم خوب عمل نمیکنه خب دولت نیاز منابع داره ولی اینجا یک دوچار یک ما چرخه معیوبی هستیم که از اون جامعه میگه که خب خدمات خوبی که دولت داره نمیکنه برای چی من اصلا باید بیام مالیات بدم خب هیچ جای دنیا مثلا دوست ندارن مالیات بدن ولی جایی مثلا کشور ما که میبینه اصلا خدمات خوبی هم دریافت نمیکنه و همین مالیاتی که داره میده خب بیشتر زورش میاد که در واقع مثلا مالیات بده به دولت همه بدشون میاد واقعا از من جیب خودشون بره ولی این بد باید فهم اگر واقعا میخوایم خدمات خوبی بگیریم دولت باید بپذیره اولا بین هزینه هاش این رو لحاظ بکنه انتخاب بکنه واقعا ما قوه انتخاب رو انگار از دست دادیم کلا همه چیز رو مثلا میخوایم داشته باشیم از اون انتخاب کنیم که یک در واقع درامت هم باید به فکر این باشیم به درآمدش قراره از کجا بیاد این پولش از کجا میاد واقعا یکی از سوالات مهمیه که تو بودجه باید مطرح بشه مم. که تو مجلس و قبلا خیلی مشکل وجود داشت مثلا توی بودجه های سالانه نمایندا هزینه اضافه میکردن از یه جای بعد مسبب شد که هر هزینه‌ای میخواد اضافه بشه حتما باید مشخص بشه درآمدش از چیه نمیشه همینجوری یک هزینه اضافه بشه عملا اتفاقی که افتاد که هزینه های واقعی به بودجه اضافه میشه منابع موهومی میگیم خب اشکال نداره مثلا فلان مالیات مثلا تخمین زده شده مثلا 200 میلیارد تومان درآمدش بشه میگیم اشکال نداره مثلا بزنیم 2000 میلیارد تومان که مثلا اون هزینه که اونجا دادیم بود یعنی عملا منابع مهمی هزینه واقعی <applause> عملا دولت میمونه اینجا چیکار بکنه نه به امور جدی و مهم خودش میرسه نه اون هزینه ها رو درست میتونه مصرف کنه از اون دوچار کسریه بودجه میشه و مشکل دیگه که بعدش من این نکته میتونم در رو بگم دو تا نکته نکته اول این هستش که اینکه اوغلایی هست شما باید انتخاب بکنید پول تو روی این موضوع میخوای خرج کنید روی این موضوع دید. تو سطح فردی خب همه اوغلایی رفتار میکنه من لباس پول میخوام رو لباس بیشتر بدم یا خوراک یا سفر یا تحصیل یا چی ولی چرا تو سطح جمعی عقلانیت نیست با خاطر پیچیدگی مسئله جمعیه چرا با خاطر اینکه بخش سلامت جامعه یعنی چی کلی پزشک و پرستار و خدمات درمانی و داروساز و وسایل پزشکی وارد میکنه اینا پشت سر این داستان دم. فشار میارن به نماینده مجلس که آقا باید بودجه ما زیاد کنی استادا و کارمندای دانشگاه و فلان و معلم اینا فشار میارن آقا بودجه ما رو زیاد کنی پیمانکارا فشار میارن که بودجه عمرانی رو زیاد بکنی نمیدونم صنایع دولتی و اینا فشار میارن که شما بودجه رو صنایع باید زیاد. نیروهای نظامی فشار میارن ناخن تهدید امنیتی تو منطقه زیادی با بوچه وقتیش همه همزمان دارن فشار میارن اونی که اون وسط نشسته اگر خیلی قوی نباشه که به دلایلی تو ایران خیلی قوی نیست تسلیم میشه به همه تسلیم میشه ام. یه خورده به میده یه خورده به میده یه خورده به این میده خب و دیگه نمیتونه خودش انتخاب بکنه ام. که من مثلا اولویتم علی اینه اون یکی هستش و بتونه اوغله و ببین تا جای ممکن تسلیم میشه همه سعی میکنن تا جای ممکن این دولت رو تحت فشار بزنن که ناش ببر بالا آه. پس یه بازی جمعی میشه نتیجش غیر میشه یه در سطح فرد یه نفر نفر، ولی اینجا گروهای مختلفی از نفر دیگه اون منطقه کار نمیکنن شما میکن. یه یا باید استبداد خیلی قوی داشته باشی که تمام جامعه رو قلقم بکنه بگه صدای همه رو ببره بگه من تصمیم میگم به هر کدوم چقدر بدم یا یه بروکراسی فوق قوی جلوی مجلس داشته باشی امه. که تو ایران متاسفانه نماد بروکراسی دولته دولت در برابر مجلس تو ایران به نظر من ذلیله خب مجلس تو ایران خیلی قوی تر از دولته برای همین غالب میشه یه جورایی اگه بخوام یه خورده تندتر تعبیری به کار ببرم دموکراسی بر بروکراسی غلبه میکنه نتیجهش چی میشه بودجه بیش از حد زیاد بله خب در صورتی که میخوای بودجه منضبط باشه کنترل شده باشه باید بروکراسی بر دموکراسی غلبه بکنه <تصح> توجه میکنه خب این ما بروکراسی ضعیف داریم دولت ها تو ایران متصل در طول زمان ضعیف شد یه ذره ببخشید برد... ب... میخوام <تصح> بیان کلامتون چون تو همین نقطه هستیم این استنکاف مردم از پذیرش این دوگانه دردناک یه بخشی شاید ناشی از اینه که میگن دولت باید هزینه خودش رو تامین میکنه چون یه چیز بزرگی تو ذهنشون دارن که دولت درآمدهای نفتی ام. رو داره و هر مشکلی که دولت داره تو سمت درآمدا ناشی از ناتوانی اونه ام. به ما ربطی نداره یعنی ما باید نباید به دولت بگیم تو برای ما هزینه دار نکن دولت باید به فکر خودش حالا یه نکته با تو صحبتاشون نخوی اگر مردم فکر بکنن خب میان خب من مالیات بیشتر میدم خدمات بیشتر میگیرم خب این اگه مردم بگن مالیات نمیدیم ولی خدمات بیشتر میخوایم خب میگیم غیر اوقلایی هستش اما اگه مردم فکر کنن من مالیات بیشتر میدم یه دولت ناتوانه بیز بهش پاش میکنه ولی خدمات بیشتر نمیده نمیده پس ما همینه که ندم, ندم. خب یعنی ما چند حالت داریم پول نمیدم خدمات نمیگیریم پول میدیم خدمات میگیریم خب یه حالت بد داریم پول بدیم خدمات نگیریم خب خب طبیعی جامعه این تن نمیده شما یه دولت کارآمد میخوای که اون وقت این بتونه پوست جامعه رو بکنه مالیات زیاد بگیره بعد خدمات محکم بده بش هم. من یادم هستش حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم چون من پریزم، ولی برای اینکه مفهوم بشه مثلا اون زمان که ش... کرباسچی تهران شهردار بود خب خیلی او تعرفه رو برد بالا مغازدارم شاکی بودم ولی احساس میگه شهر داره مدرن میشه تهش یه رضایتی بود میگم خب آره پول بیشتر میدیم ولی بالاخره شهر داره بهتر میشه خب اگه یه کسی بیاد همون جوری پوست ملت رو بکنه ولی به اه شهر فرق نکرد خب برای ام. چی بدیم ترجمه میفهمید خب این سیکل معیوب به نظر شما کجا باید قطعش کرد از همین جایی که آقای دکتر میگن یکی بیاد و بالاخره همت خودش رو برای خدمت دادن یا جای دیگه است مثلا یه مسئله گری تو سیاست یا اقتصاد سیاسی اونجا باید حل بشه <سؤال> <سؤال> که کم کم بریم دیگه سراغ اون بخش درآمدهای دولت چیزی که من به نظرم شاید یکی از مهمتریناش اینه که واقعا دولت باید کارا بشه تو بخش هزینه ها یعنی واقعا هزینه هاش ملموس بشه یعنی که مردم حس کنن که واقعا داره وضعشون بهتر میشه چون این واقعا پله پله میشه این اتفاق بیفته یه مقداری احتمالا حس بشه هزینه ها داره بهتر میشه ولی یه چیز که کمک میکنه به این موضوع و تو کشور دیگه هم تجربه شده اینه که مردم حس کنن مالیاتی که دارن پرداخت میکنن حتی بهشون گزارش داده بشه که آقا این مالیات انتخاب کنن مثلا این مالیات میخواد مثلا خرج مثلا جاده مثلا توی شهرتون بشه یا میخوای مثلا خرج فلان چیز بشه هم. خیلی از یعنی تحقیقات نشون داده تحقیقات علمی انجام دادن اونایی که این انتخاب بهشون داده میشه و واقعا هم میشه خرج کرد تمکینشون افزایش بده کنه یعنی انگیزه شون واسه مالیات دادن بیشتر میشه ولی کلا افراد دوست ندارن مالیات بدن ولی کلا ای که وجود داره اینه که خیلی با بودجه نمیشه این کارو کرد در سطح ملی چون واقعا بودجه یه سری حقوق دستمزد بخش عمده حقوق دستمزد بخش عمدهش در واقع حقوق صندوقاست ما یک چالشای جدی داریم تو بخش هم بوروکراسی که آقای دکتر فرمودن انقدر دولتمون بزرگ شده انقدر مستخدمه در واقع دولت داریم که اصلا هرچی هم درآمد حاصل بشه قدرت انتخاب مردم بدیم بعد بگیم آقا با... بعد حقوق دستموز بدیم مثلا تاش بعد بریم صندوقه که مثلا کسی صندوقه جبران کنه خیلی از این چالش ها رو داریم عملا ولی عملا من حس میکنم که پله پله میتونه ارتقا بده یعنی یه مقداری از سمت هزینه ها ما سعی کنیم کارا تمر کنیم یه مقدار سعی کنیم گزارش دهی به مردم در اثر پرداخت های مالیاتشون باشه بیشتر تو مالیات های محلی شاید بشه این کارو کرد مثلا یه ایده ای که وجود داره اینکه مثلا یه سعی کنیم ما... مالیات های محلی رو بیشتر کنیم همونطور که دکتر فرمودن مثلا تو شهرداری ها و اینها مردم واقعا میتونن حس کنن مثلا حس کنن آقا یه چیزی پرداخت میکنم دقیقا داره تو همین محله استفاده میشه همین که حسشون است به پولی که دارن به دولت میدن چون خیلی تفاوت بین شهرداری و دولت شاید خیلی مردم حس نکنن همین که حس کنن یه چیزی یه اثری داره به نظر اثر داره تو ذهنیتشون اینه که خب میتونه پس مالیات موثر باشه یا نکته بعدی به نظرم حس کنن که مالیات داره عادلانه گرفته میشه ما یک چالش جد... جدی که به نظرم داریم حالا این تو بخش منابع میشه در موردش دقیق بحث کنیم مردم حس کنن واقعا هم نکته که شما فرمودید اینکه مردم فکر کنن واقعا ما پول نفت داریم و اولا چرا من بعد مالیات بدم ولی مثلا فلانی نده خب این انقدر براشون زور داره میگن آقا طرف مثلا میلیاردره مثلا کلی داره همین خونه خرید و فروش میکنه کلی الان داره از این محل پول در میاره مالیات نمیده ولی من یه حقوق بگیر سادهام یه مغازه مثلا کوچیک دارم مثلا سال به سال مال سازو مالیات میشه ممیز میفرسته در مغازه من مثلا از دارم میخواد مالیات بگیره خب مردم زورشون من. این هم به نظر من زورشون میاد یه مقدار تبیین این موضوع به نظرم مهمه چون واقعا همونطور که گفتم ما بالاخره میخوایم هزینه کنیم بعد منابعش رو داشته باشیم و یه مدت جامعه ما به نظرم عادت کرده به اینکه ه... منابع ما از کجا می اومده از نفت می اومده یعنی عملا ما عادت کرده بودیم به این که شبیه یک خانواده ای که سرمایه های آینده داره میفروشه عملاً میگه که من چیزی که دارم رو میخوام بفروشم برای اینکه هزینه هزینه هامو در واقع پوشش بدم و ازمون هم خوب بوده به خصوص مثلا توی دهه 80 خب مثلا از نظر فروش درآمد های نفتی خب وضعمون خوب بوده تهش جای مشکل میخوردیم قرض میگرفتیم مثلا یه حدی شبیه مثلا مثل خانواده که ممکنه قرض بگیره خیلی مالیات جدی نبود تهش میگفتیم آقا آدما مثلا به چون حقوقشون داریم مالیات میگیم اونایی که رسمیاً مثلا اجمالا ازشون یه حدی مالیات میگیم خیلی چیز جدی نبوده چند ساله که این موضوع خوب جدی شده و واقعا تغییر فرهنگ نیاز داره که مردم بفهمن آقا واقعا نمیشه متکی بر نفت زندگی کرد آینده فروشی زندگی کرد ما ناچاریم اینو ببین یعنی تغییر فرهنگی هم نیاز داره تو ذهنیت های مردم ولی حتما لازمش اینه که حس کنن نه دولت داره بهشون خدمات ارائه میکنه با. که از همین مالیاتی که دارن پرداخت میکنن بازم سختشون ها هیچ وقت نمیرسیم به اینکه سختشون نباشه ولی ما داریم عملا ناچار شدیم یعنی به خاطر تحریمایی که اتفاق افتاد و مثلا شرایطی که برای کشور وجود ما ناچار شدیم بریم سمت مالیات ساز و کارش فراهم نبود یعنی اصلا ما کلا فقط یه عده رسمی ها رو شناسایی کردیم حقوق بگیرا رو مثلا شناسایی می‌کردیم یه عده‌ای که می‌دونستیم داریم ازشون مالیات می‌گیریم هی hey, فشار رو اونا زیاد کردیم ام. از یه عده‌ای که قبلا مالیات نمی‌دادن کلا ممکن بود درآمدهای خیلی بیشتری داشتن اصلا نمی‌گرفتیم همینم هم باز مردم می‌بینن خب باز خب زورشون میاد مالیات دادن یعنی که خب این عادلانه نیست یعنی خیلی از جاها که مالیات میدن میگن آره همه داریم میدیم دیگه هممون داریم میدیم هممون هم داریم خدمات قابل قبولی تا... با اینکه سختم از پولم بدم اگه میتونستم ندم نمیدادم ولی بالاخره راضی هم به همین و میدونم که آقا جز مالیات خب راه دیگه ای نداره یا باید قرض بگیره از این دولت ازم اورا قرض منتج کن قرض بگیر بعدا ازم مالیات بگیره همین بگیره دیگه ولی هنوز این مسئله خوب نه. به نظرم حل نشده حالا ما تا قبل از اینکه بریم سر کیس مالیات من مایل اینجا یه سوالی بپرسم حل این مسئله ناترازی بین درآمدها و هزینه ها اگه بخوام یه ذره عملی فکر بکنیم یعنی دقیقاً اینکه به جای اینکه بگیم هم این باید کم شه همون باید زیاد بشه که آخر معلومه معلوم کدومش اتفاق بیفته اگه بخوام یه اولویت گذاری بکنیم به نظر شما دولت باید این اصلاح این روند و از سمت کاهش هزینه خصوصا هزینه های جاری شروع بکنه یا مسئله افزایش درآمدها نه کنید اینجا مسئله اقتصادی کمتر بیشتر مسئله سیاسی اقتصادی سیاسی در واقع اره. میگن کدوم راه حل شده. بلا سیاسی امکان ام پذیره معمولا کاهش هزینه خیلی سخته سیاست مدار زورشون نمیرسه خب. باز رفت سمت افزایش درآمد افزایش درآمد اونم با سختی خودش داره خب بین دوتا کار سخت حال میمونیم که چیکار میان یه راه میان داری که شما موقتا قرض بکن خب شاند. از مثلا اوراق منتشر بکن موقتا جورفت این کار سخت رو نکن زمان بخر با پول این اوراق زیرساخت درست بکن با این زیرساخت اقتصاد رشد بکنه و درآمد مالی درآمدت بره بالا حالا پول قرضاتو رو پس بده درآمدت بره بالا نه. و یه زمان بخر که کم کم ساختار دولت رو اصلاح بکنی که بتونی هزینه‌هات رو کنترل بکنی ایدئالی که گفته میشه اینه یعنی تو کوتاه مدت خیلی زورت نمیرسه به این کار کنید بعد قرض بگیری ها. ولی تو میان باید برنامه داشته باشی که تو بلند مدت درآمدات زیاد پیدا زیاد بشه و هزینات کنترل بشه ترجمه خب مسئله قرض هم یه مسئله سیاسی از این دولت به اون دولت داره بله که باز همش سخته نکن موفقیت یعنی مجموعه گام های درست بله. ها. اگه بخوای یه گام درست بری 10 گام غلط بری به موفقیت نمیرسی اگه شما اوراق منتشر بکنید خرج از این جاری بکنید همش خب چی شد گفتیم اوراق منتشر بکن زیر ساختات رو درست بکن که اقتصاد رشد بکنه درآمدت بره بالا در آینده بله ولی اگه اوراق منتشر کنی خرج از جاری بکنی خب چه فایده ای داره هدفی رو محقق نمیکنه یا دولت ها بیمولاد بشن بگیم به ما چه؟ ما همیش هزینه دو قرض درست میکنیم دولت ها بعد بعد به پرزید دیگه خرج جاری میکنیم همه خوشحال بشن از ما تعریف کنن تمام گامه غلط رو ممکنه اتفاق بیفته برای همین هستش که اکثر کشور توسعه پیدا نمیکنن چون کم پیش میاد که همه گاما رو یک کشور بتون موفق برداره برای امس. اکثر کشور جهان توسعه نیفتن امه. یه اقلیتی موفق شدن توسعه پیدا کنند. اگر یه سوالم ناظر به همون پیونده با مسئله سیاسی از خدمتتون بپرسم چون بحث مالیات مطرح شد این مسئله مالیات یه ارتباط تنگ و تنگی داره با اینکه من که دارم مالیات پرداخت میکنم در نهایت من به یه نحوی در تصمیم گیری و نظارت بر مصرف این مشارکت دیگه. دارم یعنی یکی از گره هایی که به نظر میرسه بله وجود دیگه. داره در واقع اه اصلا اه نطفه مشروطه یا مجلس توی انگلیس از کجا شروع شد گفتن که ما پول جنگ کردن پادشاه میدیم خب حق داریم رو هزینه کرده اینم حد نظر بدیم چون ما باید پول بدیم ولی نظر ندیم و از اینجا بود که پارلمان تو انگلیس شکل گرفت و وقتی ما پول میدیم ما هم حق داریم نظر بدیم چجوری خرج بشه ترجمه میفهمید اگر حکومت پاسخگو نباشه در قبال پولی که از ملت میگیره خب مردم تا جای ممکن مقاومت میکنن مردم همین جوریش مقاومت میکنن که پول بدن خب؟ یه مسئله فرهنگی یعنی این کف داره آره همه جای دنیا داره هیچ کس دوست نداره پولشو بده همه دوستن هم پول نداره دولت خدمات بگیره خب اینا همه داره خب؟ ولی یه جایی که شما هیچ پاسخگویی هم نداشته باشی خب سختتر میشه توجیه منطقی و عقلانی هم پیدا میکنه خب؟ اونجا نه ترجیح فردیه فقط بعد اینجا دیگه توجه عقلی هم داره چرا من پولی بدم که معلومه تو توجهاتی که من دوست دارم هزینه نمیشه یا نمیشه این مسئله متاسفانه جدی است حالا جامعه یه نکته دیگه من دوست داشتم بگم یکی از اون هست توانایی دولت رو مالیت گرفتنم مهمه <applause> دولت ضعیف نمیتونه مالیات بگیره دولت های قوی میتونن مالیات بگیرن این که دولت این مالیات زیاد نمیتونه بگیره حریف جامعه نمیشه نشون میده دولت ضعیفه دولت ضعیف چیز خوبی نیستش اگه دولت انقدر ضعیف باشه دوزداش پولیستاشو بکشن زورگیره تو خیابونا قالب بشن رشوده ها مسلط باشن خب درستکارا هم مسخره بشن خب این چه دولتی ما دولت قوی میخوایم دولت قوی یکی از کار اینه که محکم میتونه از جامعه مالیات هم بگیره متاسفانه خیلی ها تو ایران فکر میکنن که دولت باید ضعیف باشه هرچی ضعیفتر بهتر نه ما دولت قوی در این حال پاسخ رو چون همی ترسن که دولت قوی باشه زور بگه به جامعه من. افتادن به این واده که دولت ضعیف داشته باشه الان ما تو همون دوگانه که شما تو سری قبل فرمودین یعنی دموکراسی بوروکراسی از یه طرف مردم برای اینکه احساس مشارکت بکنن باید سیستم دموکراتیکی وجود داشته باشه نقش خودشونو رو تو اون سطح کلان جامعه ببینن از یه طرف دموکراسی تو اون لایه های اولش ظاهرا تحمیل هزینه های سنگینی به دولت خواهد کرد اگه بخوایم بدون تعارف در مناقشه در خصوص وضعیت فعلی صحبت بکنیم باید کدوم سمت خب این از اون حرفایی هستش که خیلی نمیپسندن و بزنم احتمالا خیلی بد و میگن ولی من تصورم اینه که گره توسعه ایران از بروکراسی میاد نه از دموکراسی هم اکثرا برعکس فکر میکنن ما دولت رو تو ایران بیش از حد ذلیل کردیم کارمندای خوب و اخراج کردیم یا فراری دادیم یا بازنشست کردیم کارمندای ضعیف پر شدن ناتوان هستن اینا اینا رو باید ببریم کارمندی قوی بیاریم بروکراسی قوی دولت قوی داشته باشیم خب که این شروع بکنه اصلاحات اقتصادی کردن آروم آروم هم دموکراسی رو بهتر بکنیم خب یوهو دموکراسی خیلی شدید داشته باشیم خب موج مطالبات جامعه ای که دچار فقر دچار انواع توقع هستش سرریز میشه رو کول حکومت و با یه بروکراسی ضعیف مجبور به همه چی تن بده خب الان ول بکنی همین میگن آب مجانی برق مجانی گاز مجانی همه چی مجانی همه چی مجانی خب معلومه تاش میشه تورم 2000 درصد چون پولش نیستش خب این طبیعت این دموکراسی خیلی شدید چیه همه اینا مجانی میکن دولت خب نمیشه مجانی پول پول میخواد هزینه داره اینا اینا باید با پول چاپ بکنه فرض میشه تورم 2000 جامعه بدبخت میشه و همه دموکراسی زده میشن میگن چی چیز بدی بود دموکراسی بد نیستش دموکراسی خوب هست ولی قبلش باید بروکراسی قوی بشه. <applause> این من تو این چیز تابع فوکویاما فوکویاما تو این کتاب نزد وزوال سیاسیش میگه اون کشورهایی که بروکراسی رو اول قوی کردن بعد دموکراسی توسعهشون بهتر شد ژاپن و آلمان نمونه <applause> اونایی که اول برو... دموکراسی رو قوی کردن بعد بروکراسی گیر کردن مثل ایتالیا توسش ضعیفتر از اون هست حالا یه ذره حال ما ممکنه به خاطر درآمده نفتی فرق بکنه دیگه آدم تردید دارن که یه قدرت خوبی بدیم بعد یهو درآمدای نفتی هم بیاد با ما هم کاری نداشته باشه و ما متاسفانه حکومت ما متاسفانه حکومت ما با اتکا به پول نفت بوروکراسی نابود کرد خب یعنی ما دو مقطع بوروکراسی خیلی آسیب زدیم حالا بگیم سه مقطع یه خورده سال 53 بود که شاه تو نفرت بالا و بروکراتا روند دست خودش ولی حالا یکی بعد از انقلاب بود که نگاه ایدولوژیک تند بود هر کی کارمند دولت مدیر دولتی باید ریخ بیرون با بسیارن تا بودن کلی از چیز جز... یکی دهه هشتا دلار احمد نژاد بود همه. پول نفرت رفت بالا اینا گفتن چه چی چیزی آزمون استخدام بذاریم و انتخاب بکنیم بذار همینجوری اشتغال رو زیاد بکنیم و در و دهات آوردن توی وزارتخونه ها استخدام کردند و تورم کارمند های بدون دیپلم زیر دیپلم لیسانس های قلابی و فلان من یه زمانی تو دولت بودم این پیده بود که افراد به اسم آبدارچی میان استخدام میشدن بعد تبدیل وضعیت میشن به کارشناس <applause> خب چنین بروکراسی چه خدمتی میتونه بده یعنی شما من بارها اینو میپرسیدم بخیر مقام عالی بودش من از هم قطاره میپرسیدم با چند درصد این کارمندات کاراتو میتونی بکنی والله میگفتن که با زیر مثلا پنجا درصد اینا ما میتونیم بعضی میگفتن با سی درصد هم نیروها من کارو من انجام بدم یعنی هفتاد درصد بی خوده. بل. اصلا توانایی کار کردن ندارم من خودم تو واحدی که مسئولش بودم خیلی رو اصلا هیچ کاری ازشون بر نمی اومد مجبور بودم سر بذارم ام. با این تعداد کمی کارامو پیش می بردن یه امضا اضافه میشه که اونم سر کار باشه آره دیگه فقط حتی با نه اصلا با سرکار کار میذاشتیمش خب این مدیر میذاشتیم که سر کار بشه خدمتی برای جامعه یا کمکی به من با من یه مسئولی که واحد بودم هیچ هیچ معطا این واقعیت های که باید گفته بشه خب جای تجریشی ما اگه بخوایم بریم سراغ مسئله درآمدا خب هم درآمدهای مالیاتی رو داریم تو عناوین مختلف و هم درآمدهای نفتی دولت تو کجاش میتونه سرمایه گذاری بکنه و الزاماتش چیه هم تو که آقای دکترم فرمودن ما عملا وقت درآمدهای نفتی داشتیم تو جامعه یعنی به صورت تاریخی مردم عادت کرده بودن انگار که خب پولشون رو از نفت داره میاد و خدماتی دارن دریافت میکنن و هم توی خودتون یکی از فواید مالیات که عملا پاس و خو کردن دولت مردم مطالبه گر باشن رو عملا نداشتیم <applause> مثال مثلا همینجوریش هم خیلی مشخصه مثلا آدم وقتی میره یک جایی مثلا از خدمات یک جایی داره استفاده میکنه اگه ازش پول نگیرن خیلی هم قر نمیزنه مثلا به یکی حالا مثلا خدمات مطلوبی بهم ندادن میگه از من که پولی گرفته نشده مثلا وقتی این کم کم تبدیل فرهنگ بشه بگه نه بعد خدم فرهنگش این بشه بس بعد خدماتی بگیرم و پولی هم ندم خیلی هم مطالبه گری عملا نمیشه یک تعادلی شکل میگیره که عملا این در اثر همون پول بادآورده است یعنی مثلا بچه پولدار نفتی که مثلا ما میگیم یعنی که آقا یه نفر هستش که آقا کلا پول مفت عملا داشته براش خرج میشده عملا خب پس عملا هرچی رسیدیم به دهه 90 خب اونو ما از دست دادیم و گفتم عملا دولت هم نرفته بود سمت هم تو یاد دکتر فهمید ما دولت قوی عملا نداشتیم دولتمون ضعیف شده بود کاملاً چرا چون همش داشته به راحتی نفت استخراج می‌کرد نفت و می‌فروخته هم قیمت نفت زیاد می‌شده اتفاقا استخدام می‌کرده کارهای دیگه میکرده خدماتش زیاد می‌کرده خیلی هم نگران کیفیتش نبوده میگفته که پول که زیاد دارم حالا حالا کیفیت رو یه ذره پایین ارائه کنم کسی هم که حالا خیلی براش مهم نیست مثلا من این کارو انجام میدم خیلی هم پس سراغ این نمی‌رفته که آقا راه جایگزینی واسه مثلا کسب درآمد بخوایم داشته باشیم برای همین حتما به یه ای رسیدیم که خب حتما لازم شد که دولت آقا پول نفتشو بذاره کنار به فکر درآمد دیگه ای باشه که گفتم اونجا دو تا گزینه مطرح میشد یا باید درآمد مالیاتی داشته باشیم یا باید بریم قرض بگیریم اگر مشکل قرض خب قرض احتمالاً همون موقع ما نمیتوسیم درآمد مالیاتمون یه زیاد کنیم ناچار بودیم که کم کم بریم سمت قرض و قرض خب در کوتاه مدت واقعا جواب میداد ولی حتما نیاز به یک برنامه ای داشت که آقا پس میخوایم مالیات رو مثلا باید چیکار بکنیم این قرض رو بالاخره بعدا میخوایم پس بدیم اون موقع ممکن و ذهنیت این بود که مثلا نه مثلا قرض رو که بعدا با پول نفت بعدی پس میدیم هیچ وقت ما نیمدیم سمت اینکه مالیاتمون رو تقویت بکنیم و واقعا کار کوتاه مدت هم نیست بحث مالیات یعنی یک یک موضوعیه که باید چاره اندیشه واسه ها کرد که بشه در بلند مدت با مالیاتی موضوع رو جمع کرد برامی همین حتما ما در سالهای اخیر و در سالهای پیش رو یعنی در سال اخیر یه حدی شروع کردیم که آقا مالیات بین مردم جدیتر بشه بین دولت مردا جدیتر بشه آقا دقیقا بفهمن که میخوان از چیا مالیات بگیرن چه شکلی میخوان عدالت مالیاتی برقرار بکنن یا شاید مهمتر از یعنی یکی از نمودهای مهم این که دولت ظرفیت مالیاتی نداره اصلا تکس کپاسیتی که اصلا یکی از مهمترین محورهای مثلا قدرت دولت محسوب میشه یا <مه> میگیم ما تیب جی پی مثلا که معیاریه ای که مثلا سنجشه اینکه چقدر دولت میتونه از جی پی مالیات بگیره خب تو ایران پایین اصلا زیر 10 درصده. <مه> تو کشور او اس دی 30 خورده درصد این به معنی نیست که ما بیایم نه پس نرخ‌های مالیاتیمون پایینه پس دولت بیا مثلا نرخ‌ها رو مثلا 3 برابر کن پس بیایم هی پایه‌های مالیاتی جدید مثلا بیاریم. نه اصلا دولت ما نمیتواند مالیات بگیره قدرتشو نداره پس بعد قدرتشو بیشتر بکنه قوی‌تر بشه دولت تهش اگه این کارو بکنیم صرفا بیم هی پایه های مالزی جدید وضع بکنیم عملا اضافه میشه رو ناکارآمدی ها و ناتوانی های قبلی دولت رو اینکه افراد فرار میکنن از این مالیات ها نمیخوان پرداخت کنن عملا بی عدالتی مالیاتی ممکن تشدید کنیم عملا بیم رو همون افرادی که رسمی داشتن کار میکردن داشتن مالیاتشون رسمی میدادن رو اونا فشار بیاریم اونا هم تشویق کنیم برن فضای غیر رسمی کار کن اینا همه ناشی از این میشه که ما دولتمون ضعیفه هم. اما ما ناگزیریم ما باید حتما به این سمت بریم که به هوای تقویت نظام مالیاتی اون هم که شده سعی کنین دولت رو قوی بکنین تو خیلی از کشورها مثلا مردم از نظام مالیاتی به یک معنا میترسن چون میدونن خب خیلی اطلاعات دقیقی داره خیلی با دقت محاسبه میکنه خیالشون راحته که عدالت مالیاتی برقرار تو کشور ما مردم از ممیز میترسن میترسن اون کسی که میاد حسابرسیشون میکنه این به اسنادشون رو قبول نمیکنه تاش ممکنه یه زیر زیرمیزی بخواد به یک نه بعد انقدر مالیات بده میگه اصلا میگم تو سراغ من نیا من حاضرام بیشترم مالیات بهت بدم ولی تو سراغ من نیا اصلا دغدغه‌شون حتی بعضا دیگه کسب و کارهای ما از پرداخت مالیات فراتر رفته میگن آقا من مالیات حاضرم بدم فقط کسی نیاد سراغ من بیا در رسید بکنم یا مثلا دفترچه های دو سال پیشش رو میگه بیار مثلا من بررسی بکنم دوباره مالیات دو سال پیش شوز میکنه مردم از این چیزا حتی بیشتر شاکی یعنی تو بحث مالیات <applause> این شاید بیشتر از این که مردم شاکی باشن از این که مثلا ما مالیات داریم میدیم اولا از این ناراحت که بی‌عدالتی مالیاتی یکی داره میده و یکی نمیده از این خیلی شاکی هم. دومون از این که سیستم مالیاتی ما عملا همچنان ممیز محور داره عمل میکنه یه فرد داره تصمیم میگیره در مورد این تو سالهای اخیر سعی شده این بهترشه مثلا با آن پایانه فروشگاهی زمان مادیان سال 98 یه مقدار تلاش شده که بهتر بشه ممیز محوری بحث علرس و اینا برداشته بشه ولی همچنان خیلی با, باروم آرومی داریم ما پیش میریم و اونم ناشی لختی سیستم بروکراسی مون هنوز اصلا سیستم مالیاتی نمیتونه خودش تطبیق اصلا خودش زینفه در این موضوع با. که ممیز اتفاق که من حاضر نیستم ممیز فرستادن رو بزنم که این همه کارمند بیکار میشن اولا کلی درآمدم تو همینا بوده خود ممیز از این نفر و عملا اصلاح نظام مالیاتی خب یک پیده چند ولی به نظرم حتما اولویت داره نسبت به هر چیز دیگه یا بهش پرداخته بشه و یک بعد مهم تقویت بوروکراسی کشور به نظرم توی علاوه بر بحث سازمان برنامه و اینها تو بعد درآمدی توی قسمت سازمان مالیاتی اونه بعد سازمان مالیاتی قوی داشته باشیم شاید اصلا باید کلا یک ساختار متفاوتی رقم بزنیم یکی از نکاتی که آیدریشم اشاره کردن اینه که ظاهرا ظرفیت مالیاتی خیلی بالایی هم نداره جامعه بالاخره تو دوره مختلف رشد اقتصادی پایین و جی دی پی پایین این اصلا دیگه نمیشه بیش از این به جامعه نزدیک شد آیا این, این الزام رو ایجاد نمیکنه که مسئله درآمدهای نفتی دولت واقعا مشکل از اون ناحیه حل بشه و دولت هم مکلف بشه اون درآمدهای نفتی رو صرف بخش توسعه ای بکنه و هی ما این مسئله رو نخوایم از زاویه مسئله مالیات حل بکنیم چون انگار پیش فرض گرفته شده دیگه آقا مفت دیگه لاین حل و ناکنید. اینا گام به گام هستش دیگه مالیات زیاد میکنین زیرساخت درست میکنین رشد میشه درآمدا بهتر میشه درآمدا بیشتر شد مالیات بیشتر میشه مالیات ها. بیشتر کشورهای توسعه یافته اینجوری گام به گام رفتن جلو خب یه مسیر طولانی 100 ساله است بله خب ما شانسی داشتیم پول نفت مفت داریم خب اگر اون رو داشتیم که این پول نفس رو ظرف زیر ساخت میکردیم خب ما اون مسیر صد ساله میتونیم تو سی سال تو چهل سال بریم خب <متصفحان> متاسفانه ما خیلی این کار نکردیم بعضی مقاطع کردیم <متصفحان> داخل بعضی مقاطع تا حدی این کار کردیم ولی هرچی جلوتر اومدیم دیگه نه این کار نکرد خب یه نکته هست که باید توجه کردش نکن جامعه ما یکی از دلایلی که اکراه داشتن مالیات بدن چی بود میگن پول نفت فراوون هستش داشته که ما چرا آه. باید مالیات بدیم باید به این نقطه مرجع جامعه چیه نقطه مرجع جامعه ما یکی سال 53 است یکی دهه 80 خب برای نسل قبلی 53 برای نسل جدید دهه 80 که وفور غیر عادی نفت بوده پول نفت بوده وگرنه جامعه ما پول نفت دیگه اصلا کفاف نمیده اصلا ما یه جامعه سی میلیونی دیگه نیستیم یه جامعه نزدیک 90 میلیونی هستیم تازه چای نفت ما پیر دارن میشن ظرفیت ما داره روز به روز کمتر میشه آه. سرمایه گذاریم تو بخش نفت دیگه نمیکنیم که در اصلا اتکا به این که پول نفت یه تنه میتونه ما حل بکنه نه منطقی بود نه شدنیه اصلا ولی باز هم یه گریزگاه هست برای ما که ما به که گام به گام این مسیر رو بخوایم تو 100 سال بریم یه سرمایه گذاری تو بخش نفت بشه یه خود است... استحصال نفت همون بیشتر بشه فرصت هایی که بازار نفت قیمتش میره بالا فروش همون بیشتر بشه روزی رو سریعتر بتونیم سرمایه گذاری بکنیم این مسیر رو به جای ست سال بتونیم چهل سال طول طی بکنیم پنجه سال طول طی بکنیم و همساله اه... یه واقعیت تلخ هست اون واقع تلخ اینه که اسمال اسکیل با لارج اسکیل داستانش فرق میکنه دوبه با ایران فرق میکنه مم. یه جای کوچیک رو مدیریتش برای پیشرفت خیلی راحت تره با یه جای خیلی بزرگ یه جامعه مثلا سه میلیونی پنج میلیونی توسعه دادنش خیلی ساده تره از یه جای هشتاد میلیونی 90 میلیونی هستش توجه میکنیم باید به مقیاس توجه کردش و حالا یه فرض بکنید یه کشوری هستش 5 میلیون جمعیت داره معادل پول نفت ایران داره خب اون راحت خیلی راحت تر هستش به تو سرسه تا یه ای به وسعت ایران به جمعیت ایران حالا همین پول نفتی که یه داره کمتر هم میشه حالا بدبختی تحریم هم تو در این اومده و سرمایه بزاری هم نمیکنه چاهای نفتش داره پیر میشه و هزار تا هزینه جاری هم سوار شده و اینها خب این مسئله خیلی خیلی قامزتر و متاسفانه سختتر باز کردن این گره دشوارتر استش امه. خب اگه ما بخوایم یه جمعندی داشته باشیم من برداشتم از صحبت آخر شما این بود که جامعه حالا الان بل اجبار ولی به یه جایی هم باید تو تصمیم از این درآمدهای نفتی صرف نظر میکرده اون گام های بهبود مالیات بهبود درآمد رو طی میکرده و خب ظاهرا هم الان هم باید همین مسیر رو بریم اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم در خصوص اهمیت برنامه بودجه و اصلاحاتی که باید انجام بشه اگه است هستین یه جمع داشته باشه ما بتونیم بحث رو. من چیزی که ما میفهمیم این هستش که بودجه اینا خوب نیست بالاخره کسری بودجه چیزی هستش که بخشی از تورم ماندگار ما رو ما ماندگارترین تورم دنیا رو داریم طولانی تورم دنیا داریم. خیلی تورمشون از ما خیلی بالا 4000 درصد بوده فقط بعد دو سه سال آوردم پایین ما 40 سال تورم دو رقمی داریم خب این ماندگار این تورم دو خب چرا چون کسری بودجه ای ما ماندگار بوده ما باید, باید بپذیریم که بودجه باید متعادل باشه و با یه بروکراسی قوی و یه خورده تضعیف انتخاب اختیارات مجلس که اینقدر نتونه هزینه رو زیاد بکنه بتونیم بودجه متعادل داشته باشیم و بعد اصلاح دولت اصلاح ساختار حکومت اینها از مشروعیت بده بده دولت که حال مالیات رو ببره بالا جامعه اطمینان خاطر داشته باشه که هزینه ها واقعا هزینه های مشروع و چیزی است که به رفاه واقعی اونها منجر میشه برای این بخشی از این پروژه پروژه سیاسی هستش از یک دولت کارآمد مشروع معتبر و بعد بیاد بروکراسی رو قوی بکنه ما ناچاریم ریزش از بدن دولت داشته باشه ما واقعا این همه کارمند نمیخوایم ما واقعا ارتش و سپاه معادل هم دیگه نمیخوایم دو تا نیرو هوایی دو تا نیرو دریایی دو تا نیرو زمینی باید اینا کوچیک بشن ما این همه وزارتخونه نمیخوایم واقعا خیلی از این وزارتخونه باید تعطیل بشن کوچیک بشه این همه سازمان دولتی نمیخوایم اینا باید کوچیک بشن پولایمون باید صرف چی بشه تقویت اینو ما دو تا نهاد اطلاعاتی نمیخوایم یه نهاد اطلاعاتی به قوی بودجه بدیم جاسوسا رو بیشتر به بمبگذارا تروریستا بگیره پلیسمون رو قوی بکنیم آموزش عالی رو بودجهش رو قطع بکنیم آموزش پایامون رو قوی بکنیم ولی آموزش عالی اون وقت باید ایده بدیم بهش بگیم به که اگه کسی پول نداره بهش وام میدیم بعدا سر کار رفت درآمد داشت از اون محل تامین بکنیم بخش درمان ما که وحشتناک هزینه داره نیازمند اصلاحات عجیب غریب هستش ما هر منابع شدید تو بخش درمانمون داریم صندوق بازنشستمون که یک چاه ویل تمام نشدنی هستش حتما اصلاحات خیلی خیلی زیاد این کارو نکنیم آینده تیروتاری داریم مهم. شک نکنید تو آینده هیچ پولی برای زیر ساختمون نمیمونه کشور ما خرابتر از الان خواهد شد به خاطر استهلاک طبیعی مهم. و تورم هم شدیدتر میشه چون هزنامی رو بالا درآمدا نمیتونه برد و خب این آینده بدیه ما باید حتما به سمت اصلاح بودجه اصلاح دولت و اصلاح تک تک این زیر که در صحبت کردیم بریم اگر بریم ما مثل کشور دیگه مسائلشون حل کردن حتما میتونیم حل بکنیم این هیچ چیز عجیب غریب نیست کشوری به مراتب بدتر از ما عقب تر از ما اینا تونستن حل بکنن ما که بالاخره کشور فهمتر و با فرهنگتر اینا هستیم حتما باید بتونیم ما هم حل بکنیم و من خیلی امیدوارم که با روی کار اومدن نسل جدید این کارو به سریعتر انجام میشه با امید خدا. به تجریش شما هم جمع می کنید. کلیت اینه که ما واقعا باید همون بحثی که اولش هم گفتم واقعا باید این بدبستان رو کاملا حاکمیت فهم بکنه که ما نمیتونیم هم بخوایم که درآمد خاصی نداشته باشیم مثلا از اون بیم هی مالیات ها رو معافیت هاش بدیم از اون بگیم آقا نه نمیخوایم درآمدی هم الان کسب بکنیم از اون هی بریم همه هزینه ها رو افزایش بدیم گفتم عملا این منجر به ناکارآمدی تو هزینه ها میشه منجر به میشه در بلند مدت هیچ اصلاح خاصی صورت نمیگیره ما الان عملا تقریبا یک سوم منابعمون از مالیات در حال یعنی بقیه‌اش عملا قرض و فروش آینده و فروش دارایی و نفت و اینهاست که خیلی نمیشه بهشون تکیه کرد به این معنی که بقیم... بشه بگیم خیالمون راحته واسه این معنی نیست که ممکنه سریع اینو افزایش بدیم ولی این نشون میده که خب خیلی ضعف داریم توی این بود یا مثلا از کل هزینه هامون زیر 50 درصد هزینه های جاری مون یعنی هزینه هایی که خب منطقا همین الان داریم خرجش میکنیم پس همین الان باید براش درآمد نمیتونیم بریم از نفت برای هزینه جاری امنا خرج بکنیم زیر 50 درصدش داره از مالیات میاد یعنی بعد, بیشت... بعد در بیشتر از 50 درصدش که حالا مثلا همین سال اخیر به زور رسید به 50 درصد داره از چیزای دی بهدار از نفت و قرض داره امنا میاد خب این نشون میده که ما نسبت به جیب خودمون هزینه نکردیم یعنی یه جیبی داریم به توانی داریم مثلا رفتیم خودمون رو خیلی گنده کردیم خیلی داریم هزینه های بیجا می خیلی در غیر بهینه عمل می کنیم که اینم گفتم ناشی از همون زکای دکتر فرمودن اون بره های تاریخی که الان اتفاق افتاد هزینه ها زیاد شد دیگه به این راحتی هزینه که کم نمیشه درآمدم واقعا به این راحتی نمیشه زیادش کرد و تو بود درآمدم به نظرم تمرکز جدی واقعا و تو بحث مالیات نمادیم باشه که مالیات رو زیاد کنیم واقعا جامعه کشش نداره مالیات بعد عادلانه الان توضیح بشه باید از افرادی که الان مالیات نمیدن یا حتی ممکن اصلا با اهداف غیر درآمدی بریم با سراغ مالیات مثلا الان کسب و کارها و ما اشخاص حقوقی ما تقریبا 35 40 درصد مثلا مجموع مالیات ما دارن اشخاص حقوقی میدن کشورهای دیگه که نما میکنن کشور پیشرفته مثلا 10 درصد هست طرف داره تولید میکنه مثلا مجموعا 35 درصد درآمد مالیات داره از این میاد 25 درصد نرخ مالیاتشون از سودشون عملا بله. مالیات میگیریم خب این عملا چه انگیزه داره بره تولید بکنه که اقتصادمون بزرگتر باشه که بعدا بتونیم مالیات بیشتری هم بگیریم وقتی به این شکل عمل کنیم خب بعد تو خود ممکن اصلا بدون اهداف درآمدی بگیم آقا بازدوزی بین مالیات ها رو عوض کنیم یعنی مثلا مالیات های شرکت ها رو کاهش بدیم اونایی که داره به رشد اقتصاد کمک میکنه کاهش بدیم از اون جای دیگه ای که عملا هیچ فایده خاصی نداره و الکی بهشون معافیت دادیم به خاطر مثلا لابی نماینده های مجلس ممکن بوده به یک قشر خاصی معافیت دادیم به یک منطقه خاصی معافیت دادیم بدون اینکه هیچ آوردی واسه هم داشته باشه اینا خیلی مهمه که همش هم واقعا برمیگرده به اینکه ما یک مجلسی داریم که تک تکشون روی یک بعد خاصی دنگیزه دارن و عملا این باعث شده که ما عملا خیلی غیر بهینه داریم مالیات میگیریم از اون خیلی غیر بهینه داریم هزینه میکنیم و شاید مهمتر از اینکه درآمد مالیاتی رو زیاد کنیم حتی همین این رو توضیحش رو درست بکنیم خودش کمک بکنه به اینکه بتونیم حالا با در واقع با قدرت بیشتری بیشتر بیشتر درآمد مالیاتیمونو رو بعدش افزایش بدیم بسیار خوب دست شما درد نکنه ممنون جان دکتر سرزمین که بحث خوبی باشه برای کسایی که بحث دنبال کردن تشکر که خسته نباشید